سلام و درود دارم به شما دوستای خوبم. علی وزیری بسال هستم با دوره مقدماتی فتوشاپ قسمت اول. خب پس از مرحله نصب فتوشاپ ما آیکون فتوشاپ اون رو اجرا میکنیم. بسیار عزیزم، تو این قسمت من میخوام بهتون محیط کار، باز کردن عکس به سه روش و دو فرمت مهم عکس فتوشاپ بهتون آموزش بدم و اگر میدونید کسی واقعا علاقه به فتوشاپ داره این پست رو براش ارسال کنید و این پست رو برای خودتون سیو کنید که واقعا به دردتون میخوره و لازمتون میشه. بسیار عالی، ما وارد محیط فتوشاپ شدیم. بسیار عالی، خب اولین گزینه مرحله چی بود؟ مرحله محیط کار بود. محیط کار بسیار مهم هستش و چهار گزینه مهم داره. در این قسمتی که موس رو میبینید، در قسمت بالا منو هستش، پایینش نواری هستش به نام نوار آپشن، این گزینه دوم. گزینه سوم در سمت چپ جعبه ابزار و در قسمت سمت راست پنل ها هستش. خب من این پنل ها رو میخوام ببندم و بهتون آشنا کنم چجوری دوباره فعالشون کنیم. خب من به صورت دستگیرش میگیرم، میکشم وسط، زب درشون میزنم و این قسمت هم به همین صورت جعبه ابزار رو سمت وسط شناوردش داری میارم دوباره مثل پنل ها و زبدر میزنم و این قسمت هم یه دستگیری داره آپشن بار، اونم به پایین میکشیم، به جدا میکنیم از منو و اونم در ویندو، خب زبدری نداره، در ویندو آپشن رو میزنیم میبندیم. بسیار عالی، الان در فتوشاپ هیچی نداریم و میخوایم دوباره این کلن گزینه مهم رو فعال کنیم. ما به منو میریم، قسمت ویندو کلیک میکنیم، گزینه آپشن رو میزنیم. خب من آپشن بار رو بهمون داد ولی به صورت شناور از قسمت دستگیرش که سمت چپ میبینید روی موس، زیر موس میکشیم به سمت بالا. بسیار اینم چسبید. گزینه بعدی جعبه ابزار هستش، دوباره به منو میریم، قسمت ویندو و پایین تولز، همون جعبه ابزار کلیک که بکنیم جعبه ابزار رو بهمون داد به صورت شناور و اون هم میگیریم از دستگیرش و درگش میکنیم به سمت چپ دیواره و اونم میچسبونیم. قسمت آخر هم چی هستش؟ پنل ها هستش که من تو قسمت منو میریم ویندو کلیک میکنیم و این لایرز رو بزنیم، پنل ها مشخص میشه به این صورت و اون هم میبریم به سمت راست و میچسبونیم. خب اینجا یاد گرفتیم که چجوری پنل ها رو، جعبه ابزار و آپشن بار رو اجرا کنیم و فعال کنیم و اگر اومدیم وارد فتوشاپ بدیم یکی از این گزینه ها نیست از کجا اونها رو فعال بکنیم. بسیار مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی باز کردن عکس یا وارد کردن عکس به سه روش در فتوشاپ. خب روش اول چیه که خیلی مهمه؟ به فایل میریم، گزینه دوم اوپن رو که میزنیم یک پنجره به نام پنجره اوپن بهمون باز میشه. خب اینجا پنجره اوپن چیکار میکنه برای ما؟ اینه که پوشه های ما رو در ویندو مشخص میکنه و ما میتونیم عکسمون رو انتخاب بکنیم. مثلا ما تو این قسمت که به صورت خوشه ای اومده، من مثلا درگ F، مثلا حالا هر کس شما سلیقه‌ای بستگی به سیستمتون داره، من اینجا پوشه دارم درگ F گذاشتم و تو پوشه و X بله عکسامو مشخص کردم، پیدا کردم عکسامو. روی هر عکسی که اینجا دارم دو بار کلیک بکنم، مثلا این عکسامو میخوام بیارم، دو بار کلیک کنم وارد فتوشاپ میشه. بسیار عالی، بله عکسمون وارد فتوشاپ شد به صورت برگ مانند که اینجا نامش نوشته شده و اینجا یه گزینه زبدر داره که میتونیم ببندیمش. من میبندمش. دوباره این روش اول رو ما دوباره انجام میدیم، میریم به فایل اوپن اجرا میکنیم. خب این جعبه کلا پنجره اوپن دوباره برای ما باز شد. حالا میگم این روش اول بود. روش دوم چیه؟ روش دوم که وارد عکس میکنیم میانبره روش اول هستش. به چه صورت؟ شما وقتی توی کیبوردتون خب میخواین سریعتر این کار رو انجام بدید، روش اول رو میخواین سریعتر انجام بدید بدون اینکه به منو برید با موس، با کلید میانبر انجام بدید. شما کنترل رو نگه دارید و او رو که بزنید همون پنجره دوباره براتون باز میشه بدون اینکه با موس کاری بکنید.
بسیار، این روش دوم بود. روش سوم چیه؟ روش سوم اینه که شما فتوشاپ رو کلا به این صورت، من فتوشاپ رو به نوار بینیم، شما توی ویندوز توی پوشه ها میگشتید، حالا دوست دارید توی پوشه ها، از پوشه ها عکسی رو به ویندوز کلا به فتوشاپ ببرید. من این عکس رو میخوام در فتوشاپ باز کنم، خب اینو میگیرمش، درگش میکنم به سمت آیکون فتوشاپ، خب فتوشاپ باز شد و توی میارمش توی محیط فتوشاپ و رهاش میکنم. رها که بکنید همون عکس رو براتون باز میکنه. خب این سه روش رو یاد گرفتیم و میگم روش اول خیلی مهمه که قسمت فایل اوپن هستش، خیلی مهمه این روش رو یاد بگیریم. گزینه بعدی کنترل او و بعد هم درک کردن عکس رو که بهتون گفتم. مرحله بعدی چیه بعد از باز کردن عکس؟ آها این گزینه هم بگم بهتون. بزنید تو مرحله موقع که ما میخوایم یه عکس رو وارد بکنیم، گزینه فایل رو میریم به سمت فایل، اوپن رو که میزنیم، تو پنجره اوپن یه گزینه های مهمی هست برای باز کردن عکس. شما خب این عکس رو میتونید اینجا انتخاب میکنید، دیگه نمیتونید عکس دیگه ای رو اینجا انتخاب کنید، تکی داره براتون انتخاب میکنه. خب راهش چیه، راه حلش چیه؟ شما کنترل رو نگه دارید و گزینه هاتون رو انتخاب کنید. مثلا من یه عکس رو انتخاب کردم، کنترل رو نگه داشتم، این گزینه، این گزینه و این عکس، این سه عکس رو براتون وارد کرد که انتخابش کرده بود. خب اینجا میخوام بهتون بگم که ببین عکس ها رو به صورت برگ برگ آورده. این توی روش اول خیلی مهمه و اون تو پنجره اوپن اون گزینه گلچین و کنترل گرفتن خیلی مهمه، پس اینو در ذهنتون داشته باشید. من عکس ها رو میبندم و میخوام شما رو با مرحله بعدی که گفتم دو فرمت مهم عکس آشنا کنم. خب ما به فایل میریم، دوباره میخوام یه عکسی رو وارد بکنیم با فرمت JPG، فایل رو میزنیم اوپن. خب ببینید ما عکسایی که میخوایم انتخاب بکنیم، عکس فرمت عکس به صورت JPG در آخر نامش رو هر عکس نوشته شده. ببینید این عکس رو میبینید نامش در آخر .jpg گفته شده. JPG یکی از مهمترین فرمت های عکس هستش در جهان که توی فضای مجازی واقعا رد و بدل میشه، چه در واتساپ، تلگرام. و فرمت JPG و فرمت دومی که بهتون گفتم، فرمت چیه؟ فرمت نوع فایله. JPG یعنی فرمت فایل عکس، عکسی که لایه‌ای نیست دیگه، عکس خالی. خب فرمت PNG بعد از JPG، با PNG شما رو آشنا میکنم. من JPG رو من باز میکنم براتون که همون عکس. فرمت دوم که فایل میریم اوپن میزنیم، چه تفاوت هایی هم با هم داره من بهتون میگم. فرمت PNG، خب یک فایلی رو براتون باز میکنم با فرمت JPNG. بسیار خب، من آیکون خود اینستاگرام آوردم ولی زمینه نداره این عکس. تفاوتش اینه که این کلا خصوصیت رو داره که شما میتونید عکسی رو به کسی دیگه بفرستید یا این یک فرمت هایی رو، یک وکتور هایی رو به کسی دیگه انتقال بدید، عکس بدون زمینه. خب PNG JPG هر دوتاشون هم تک لایه هستن، لایه ها رو هم بهتون معرفی میکنیم. تا اینجا بهتون گفتم، خب تا همینجا برای این قسمت کافیه. تو قسمت های بعدی ادامه خواهیم داد و میایم نتیجه گیری میکنیم که چی یاد گرفتیم. فقط در ابتدا بهتون بگم که واقعا اگر هر نظر و هر گزینه ای رو واقعا متوجه نشدید و دوستت یاد بگیرید، برام کامنت کنید. برای دوستانتون که علاقه به فتوشاپ دارن حتما بفرستید این پست رو و کلا ذخیره کنید برای خودتون که لازمتون میشه. بسیار مرور میکنیم. در مرحله اول محیط کار رو بهتون گفتم، منو، آپشن بار، جعبه ابزار، پنل ها، غیر فعال و فعال کردنشون و به اولویت چقدر مهمن. گزینه بعدی باز کردن عکس به سه روش که به فایل رفتیم، اوپن، کنترل او و درک کردن عکس به قسمت به سمت آیکون فتوشاپ و دو فرمت مهم عکس در فتوشاپ و فضای مجازی JPG، PNG.
عاشقتونم، تو قسمت بعدی میبینمتون. دوست داشتنی هستید. تا قسمت بعدی موفق باشید.